با تشکر از نوربن تیوی. بایوگرافی آقای عبدالغفور ربانی، متولد سال 1338 هجری شمسی. آقای ربانی به حیث یک مدرس مدرسه ها، علوم اجتماعی، دینیات، دری، ادبیات فارسی و تاریخ درس می دادند. به دلیل فقدان نصاب تعلیمی ملی در افغانستان، با همکاری مؤسسه همتا نصاب تعلیمی جدید را مرتب کردند که در آن از شعرا، نویسندگان و مورخین هر قوم یاد شده است. به طور مثال در تاریخ ملی هزارهایی که حکومت کردند نام از سلسله ارغونی میبرند که بنیانگذار آن امیر ذوالنون ارغون بود که پایتخت آنان اول قندهار، بعدا شال یعنی کویچه فعلی و مستون بود. ببینید هزارها در یک دوره بود که صاحب نظام سیاسی فرهنگ و تمدنی پیشرفته بود. در دوره کوشانی ها، در دوره غزنوی ها، در دوره تیموری ها و مغول های هند و آثار این فرهنگی و تمدنی تا هنوز وجود داره و زبان فرهنگی و تمدنی داره و این توان را داره که با فرهنگ ها و تمدن های دیگه وارد گفتگوی فرهنگی و تمدنی داره. ربانی با همکاری تنظیم نسل نوی هزاره و همکاران خالق آزاد و جلال اوحدی، نشریه دیدگاه نسل نو را پایه‌گذاری کردند که 7 سال ادامه داشت و در آن مقاله های تاریخی، فرهنگی و هویتی هزاره ها را جمع آوری کردند که در کتاب مجموعه مقالات عبدالغفور ربانی در 2 جلد چاپ شد. و در کتاب دیگر که در دفتر نخست آن موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی هزارها اهم از جنبه های مثبت و منفی آن بررسی شده است و در کوشش های مدنیتی هزارها از تاریخ تمدن کوشانی ها، غزنوی ها، تیموری ها و مغول های هند بررسی شده است. با آمدن انگلیس در هندوستان، تمدن‌های مغولی هند در هندوستان ضربه خورد. به طور مثال در دور حکومت محمدزی و سدوزی که خراسان تجزیه می شود و بینش شدید قبیلوی و فرقوی ریشه می گیرد و هزارها موقعیت گذشته را از دست داده و افغانستان سربزیر می شود که منجر به قتل عام، غارت سرزمین، هویت زدایی و از دست دادن شناخت تاریخی هزارها می انجامد. با آمدن قبیله سدوزایی و محمدزایی فرهنگ و تمدن هزارها ضربه خورد. خود اینها مورد قتل عام قرار گرفت. سرزمین‌هایش غصب گردید. و این روند از زمان احمدشاه شروع شد. احمدشاه کسی بود؟ که افغانستان فعلی در زمان او تا حد و حدود شکل گرفت و حاکمیت قبیله سدوزایی بر این محدوده تثبیت شد. البته احمدشاه
وقتی که سلطنت میکرد نام افغانستان خراسان بود، در دوره پسرش شاه زمان هم خراسان بود. در دوره سلطان محمود بود، به نظرم اگر اشتباه نکنم، اگر یادم نرفته باشه، که قرارداد بین ایران و انگلیس امضا شد و کلمه افغانستان در این قرارداد به کار رفت و بعد از او کم کمک نام خراسان حذف شد و جای خود را به افغانستان داد. و هزارها در دوره احمد شاه مورد هجوم قرار گرفت. خیلی از زرزمین هایش در قندهار و اطراف قندهار در اختیار دیگرها توسط احمد شاه قرار داده شد و این روند ادامه پیدا کرد. در زمان عبدالرحمن به اوج خود رسید و از او زمان تا حالا را ادامه دارد. در این دوره همون قسمی که گفتم، هزارها نه تنها از لحاظ علمی و فرهنگی ضربه خورد و نه تنها جغرافیای خود را از دست داد، که مورد هویت زدایی هم قرار گرفت. در دفتر دوم این کتاب جریان‌های سیاسی و ایدئولوژیک هزاره‌ها مفصل بیان می‌شود. به طور مثال تنظیم نسل نو هزاره، هزاره دموکراتیک پارتی و مکتب فرهنگی امت نام برده شده است. در کتاب دیگر آقای ربانی داستان‌های فولکلوریک هزاره‌ها را می‌نویسد که در مقدمه‌اش بحث نوشتن تاریخ یک ملت است و می‌گویند که تاریخ نویسی ناقص است بدون توجه به ادبیات فولکلوریک یک ملت. در او کتابایی که من نوشته کردم گفتم برای از ای که هزاره ها دارای هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی بشه، ضرورت به دو چیز داره. یک، کار گسترده فرهنگی که در این رابطه خوشبختانه در این اواخر کارهای صورت گرفته، کارهایی که کاظم یزدانی کرده، کارهایی که حسین نایل کرده، کارهایی که جلال اوحیدی کرده، کارهایی که عسکر موسوی کرده، کارهایی که حسن فولادی، انجینر لعلی و غیره کرده و این کارهای فرهنگی جریان داره. از دیدگاه آقای ربانی در آینده هزاره ها نیاز به تشکل فراگیر دارد. تشکل فراگیری که توانایی رهبری هزاره ها را در سطح بین المللی داشته باشد. مثلا تشکیلاتی که در کویته به وجود بیاید باید توانا باشد که رهبری هزاره ها را در بخش های مختلف به عهده بگیرد. به طور مثال در بلوچستان چه زمینه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی وجود دارد و بر مبنای این بعداً در کراچی، لاهور، اسلام آباد، پشاور چگونه می توان تأثیرات علمی و اقتصادی در پاکستان گذاشت؟
و همگام با موفقیت های چنین در پاکستان می توان اتحاد و همگرایی در بین هزارهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا برگزار کرد که منجر به رشد هویت ملی و بینش علمی هزارها بشود. ضرورت یک تشکیلات اصولی و جهانی داره که قبلا گفتم که این تشکیلات زمینه رهبری مردم را در ساحای مختلف داشته باشه و از کارهای فرهنگی و علمی مردم هزاره پشتبانی کنه و از این طریق است که مردم هزاره هم هویت علمی پیدا نه و فرهنگی و هم هویت سیاسی. بنابراین برای هویت یابی و رسیدن به حق و حقوق خود ما ضرورت به کار ممتد اقتصادی، فرهنگی و علمی داریم و همه قسم ضرورت به یک تشکیلات اصولی. و در کتاب دیگر به اسم تاریخ‌های متفاوت، آقای ربانی به این می‌پردازد که دانش و فلسفه تاریخی چگونه به وجود می‌آید و تاریخ چه قسم شکل گرفته است. و در آن بحث می‌شود که بعضی‌ها در دوره سنتی تاریخ قرار داره، عده‌ای در مرحله مدرن هستند و عده‌ای در مرحله پسا مدرن. به این سوال پاسخ داده می‌شود که چطور افغانستان در مرحله سنتی تاریخی، یعنی جامعه زراعتی، قرار دارد. ما از همه پدران و مادران و همه قسم نسل جوان می خواهیم که بچه ها و دخترهای خود را در مجرای آموزش علمی قرار بده. در مکتب ها، اسکول ها، دانشگاه ها اینها را بفرسته تا در رشته های مختلف تربیت شنه. در قسمت نویسندگی، در قسمت ژورنالیسم و خبرنگاری، در قسمت تاریخ، در قسمت حقوق. اگر ما بخواییم در سطح جهان از حق حقوق هزاره ها دفاع کنیم، ضرورت به حقوق دانه‌های برجسته داریم و این از طریق آموزش و تحصیل دست میاره. اگر ما بخواییم ستمهایی را که در طول تاریخ بر هزارها اعمال شده در معرض افکار جهانی قرار بدهیم، ضرورت به مورخینی برجسته و ماهر داریم و هیم از طریق تحصیل ارتقای سطح دانش به دست می آید. و آخرین کتاب منتشر شده از آقای ربانی به اسم سیمای هزارستان است که در آن تعداد شخصیت های تاریخی و جغرافیای طبیعی هزارها مفصل بیان گردیده است. ما امیدوار هستیم که هزاره ها در هر جایی که قرار داره از امکانات او جای برای ارتقای علمی و فرهنگی اولادا و فرزندای خود استفاده کنه تا اینها با نوشتن کتاب، گرفتن سمینارها و ارتباط با مجامع حقوقی از حق و حقوق هزاره ها دفاع کنه و افکار جهانی را در معرض ظلم و ستمی که بر هزاره ها اعمال شده قرار بده. با تشکر مجدد از دستندرکاران نوربند تلویزیون،
سلامت و کامیاب باشید.